بابا. یالا عزیزم برو بالا دست عدنان بیک و ببوز. ازشون بابت اخراجم تشکر کنه. جمیله، کاری که پدرت میگه رو انجام بده. برو عزیزم، برو ازشون خداحافظی کن. میگم چرا کسی صداش در نمیاد؟ نگو مهمونی خداحافظی گرفتین. همه چی آماده است خانوم، میرم میز آماده میکنم. سهیلا، کاتیا مسئول چیدن میز غذای تو، یکی رو پیدا کنیم. مسئولیت طبقه دومم با اونه. بله خانوم. کسی به جز تو پاشو تو اتاق من نمیذاره. بله خانوم. اینطوری بهتر شد. همین، خسته نباشید. سلامت باشین. رفته بودم تو بحر موسیقی که یه دفعه نفهمیدم چجوری جعبه یه حلقه رو گذاشت جلوم. خیلی از پیشنهادش غافلگیر شدم. خب بعدش؟ بعدش معذرت میخوام مزاحم شدم، ولی اشکال نداره. با اجازه، امیدوارم از خطاهای من بگذرین. خدا به همراهت. خداحافظ. جمیله، مواظب خودت باش. خداحافظ. جمیله صبر کن. شما چرا وایستادین؟ اول جمیله رو میرسونم خونه یه مادمازل، بعد از اونجا میرم مزرعه. بشیر پشت فرمون میشینه. آره، راستی تا فراموش نکردم راجع به یه موضوعی میخوام باهات صحبت کنم. آب و هوای مزرعه اصلا به بشیر نمیسازه. پس بهتره دوباره برگرده همینجا. منظورم اتفاقا ما به یه راننده احتیاج داریم. چند تا خدمتکار میخواییم، بگو برگرده همینجا. راجع به صحبت میکنیم. زیاد از هم جدا نمیمونین. به امید خدا همتون هفته دیگه خونه من هستین. زود باش عزیزم، مواظب خودت باش. مامان و بابا رو میسپارم دست تو. خیالت راحت باشه. همیشه میام دیدنت. خیلی خوب جمیله جان، آماده ای؟ برو جلو بشین. شبتون بخیر. شب شما بخیر. این پوشه رو بده من بذارم عقب. نه اشکالی نداره، همینجا میذارم. باش. بهت سر میذارم، ناراحت نباش. ممنونم. Thank you.
اینا کجا رفتن؟ چرا نمیان میز رو آماده کنن؟ سهیلا اینا رو بردار. زود باش برو. بذارید کمکتون کنم. نه عزیزم، تو برو بالا و استراحت کن. عمو سلیمان غذای مورد علاقه تو درست کرده. حالا واقعا قراره فردا عقد کنید؟ نه عزیزم، فقط تحسین دوست داشت همه رو دوره هم جمع کنه. هیچ خبری نیست. جمیله رفت. بشین غذاتو بخور. عمو سلیمان داره گریه میکنه. مراد عزیزم، کافیه دیگه. هر کی ندونه فکر میکنه چی شده. عزیزم مطمئن باش تو جای جدید خیلی راحت تره. باید قول میدم براش یه کاری میکنم. بیسان از این موضوع خبر داره؟ آره، بعد از ظهر بهش زنگ زدم خبر دادم. ولی فکر نکنم به اندازه سمرگری کرد، درسته؟ خب به سلامتی این خبر خوب.